سلام، من آرتین حسن‌زاده‌ام و امروز قرار در مورد اسکیل میجر پنتاتونیک صحبت بکنیم یا گام ماژور پنتاتونیک در واقع. همونجوری که میدونیم اسکیل‌های پنتاتونیک یکی از اسکیل‌های بسیار پرکاربرد توی موسیقی هن. حالا در اصل توی موزیک بلوز و جاز خیلی ازشون استفاده میشه، مخصوصا بلوز، اما در طول چندین دهه گذشته این اسکیل توی موزیک راک، متال، فانک، توی موزیکای حتی پاپ، هیپ هاپ می‌بینیم، توی همه ژانرها در واقع این اسکیل جزء پرکاربردترینا بوده. پس بهتره که این اسکیل رو خیلی خوب یاد بگیریم، بیشتر تمرینش بکنیم و بتونیم خیلی راحت اجراش بکنیم. ما قبلا در مورد اسکیل مینور پنتاتونیک کلی صحبت کردیم، کلی مثال داشتیم، باکس ها و فرم های مختلفش رو با هم دیگه کار کردیم و فرقش رو با گام مینور طبیعی گفته بودیم که چه تئوری داره. ما اسکیل های مینور پنتاتونیک رو که بلد باشیم، خیلی راحت میتونیم اسکیل های میجر پنتاتونیک رو هم یاد بگیریم. و یه اتفاق جالب که در واقع میفته اینه که تمام این اسکیل ها فرم هاشون با هم دیگه میشه گفت یه جوری یکی است و شباهت داره. فرض کنیم که ما الان فقط اسکیل مینور پنتاتونیک رو به صورت فرم های مختلف و باکس های مختلف رو گیتار بلدیم، که در واقع 5 تا باکس میشه که تو تصویر میبینید. حالا اگر قرار باشه که من اسکیل میجر پنتاتونیک رو بیارم، 5 تا باکس مختلفش رو کنار هم دیگه بذارم، میبینیم که تمامش شبیه به اسکیل مینور پنتاتونیک، اما یه فرق کوچولو داره. تفاوت باکس های مینور پنتاتونیک و ماژور پنتاتونیک فقط توی نقطه شروع و پایان گام ما هست، همون نوت تونیک یا روت یا همون نوت ریشه که اصلی ترین نوت اسکیلمونه، که اصلا اسم اسکیلمون رو بر اساس اون نوت انتخاب میکنیم و معمولا نقطه شروع و پایان اسکیلمون هم هست، با هم متفاوت هستش توی این دوتا دیاگرامی که برای مینور پنتاتونیک و ماژور پنتاتونیک. ما تو تصویر نوتای تونیک و روتمون رو با رنگ روشن‌تر در واقع نشون دادیم که متمایز بشه از نوت‌های دیگه. پس خیلی ساده اگر بخوام بگم، ما با حفظ کردن 5 تا باکس مینور پنتاتونیک با یه تیر دو نشون زدیم، هم مینور پنتاتونیک ها رو یاد گرفتیم، هم ماژور پنتاتونیک ها رو یاد گرفتیم. یه مثال من میزنم. فرض کنیم من یک اسکیلی دارم مثل اسکیل A ماینر پنتاتونیک، که از اسکیل‌های خیلی پرکاربرد ما هستش. خب باکس اول یا فرم اولی که من استفاده می‌کنم یه همچین فرمی هستش از فرت 5 نوت A یا لا. خب الان این شد باکس اولم. حالا میرم سراغ باکس دوم. من فعلا در مورد همین دوتا باکس توضیحی بدم، بعد بریم سراغ ادامش. خب ما میدونیم که یک تونیک اینجا داریم، نوت A من هست، یک تونیک دیگه اینجا داریم، نوت A، و یک تونیک دیگه روی سیم یک فرت 5. سه تا تونیک تو باکس اول داشتیم. باکس دومی که زدم یک تونیک اینجا داشتم و یک تونیک هم رو فرت 10 سیم 2 داشتم، که میبینیم که باز با رنگ روشن‌تر تو تصویر نشون داده شده. اما اگر قرار باشه که من بیام اسکیل در واقع لا ماژور بزنم، کافیه که بیام از نوت لا یا A فرم دوم یا باکس دوم پنتاتونیک رو شروع بکنم به زدن. در واقع همچین چیزی میشه. در واقع اسکیل من همون فرم دوم یا پترن یا باکس دوم مینور پنتاتونیک بود، اما اینجا من چون دارم به چشم ماژور بهش نگاه میکنم یا لا ماژور پنتاتونیک دارم بهش نگاه میکنم، این رو در واقع به عنوان فرم اول در نظر میگیرم. پس در واقع باز روت های من میفتن نوت لا اینجا، یه دونه لا اینجا و یه دونه لا اینجا. و از این به بعد به ترتیب در واقع قبلی که مینور پنتاتونیکا رو ما باکس باکس پشت سر هم میزدیم، دوباره میایم این رو هم باکس بعدی رو میزنیم. یعنی در واقع میشه گفتش که باکس اول اسکیل ماژور پنتاتونیک همون باکس دوم اسکیل مینور پنتاتونیکه، با تفاوت این که اون نقطه های روشنتر که تونیک ها یا روت های ما هستن فقط جاشون عوض میشه و انگوش گذاریش کاملا یکیه. و اگر حالا بخوایم ادامهش بدیم بریم باکس های بعدی، میتونیم بگیم که در واقع باکس سوم یک گام مینور پنتاتونیک در واقع میشه تازه باکس دوم یک گام میجر پنتاتونیک. پس همیشه میجر پنتاتونیک یه باکس انگار جلوتر هستش از مینور پنتاتونیک. پس نیازی نیست که ما دوباره 5 تا فرم جدیدی رو برای میجر پنتاتونیک در نظر بگیریم. حالا برای اینکه یک بار کامل من از نوت A در واقع تمام فرم ها و باکس های میجر پنتاتونیک رو بخوام پای سر هم بزنم، یه همچین حالتی پیدا خواهد کرد.
باکس اول، باکس دوم، باکس سوم، باکس چهارم و باکس آخر. و جالبش اینجاست باکس آخر گام ماژور در واقع همون باکس اول گام مینور میشه دیگه، دوباره برمیگردیم از اول در واقع. خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. پس ما فهمیدیم که با دونستن گام مینور پنتاتونیک در واقع گام ماژور پنتاتونیک هم یاد گرفتیم و فقط نیاز به این داره که تمرین بکنیم و این باکس ها رو بتونیم پشت سر هم دیگه قرار بدیم.